ما الان راه افتادیم داریم میریم سمت سلبون. میکنم 12 ساعت پیش تصمیم گرفتیم که بریم. سفر قبلی گفتیم به محمد که محمد نیبریم. دیشب هرچی بهش زنگ زدیم بر نداشت. مثل اینکه قسمت نبود واقعا این سفر رو بیاد. الان این ویدیو رو ببینم به کار کنیم راحت میشه. این منم و اسمم آیدینه. به چنل یوتیوب هم خوش اومدیم. سه چهار سال پیش تصمیم گرفتم که سبک زندگیمو عوض کنم و جور دیگه ای زندگی کنم. و اگه شما هم دوست دارین که تو این راه با من همراه باشین، سابسکرایب یادتون نره. آنایتا تا شب مشتری داشت. ساعت 7-8 تقریبا اومد رسید به من. دیگه منم همه چی آماده کرده بودم. مازیار محکمه اینا هم راه افتادن ولی هنوز به ما نرسیدن. جلوتر از اونایی داریم میریم به سمت فیروزکوه. تو نقشه نشون میدم که کجاست و اینا. شب قراره اونجا بمونیم، کمپ کنیم، بمونیم. صبح هم این دفعه دیگه فکر کنم قراره طلوع آفتاب رو ببینیم. یه چادر زیاد نمیشه خوابید. کجایی؟ ما ده لوکیشن جدیده رو که زدم به آبادی رسیدیم. مثل اینکه انگار ما تو دیسکوییم. ما رسیدیم سلبون. سمت چپمون الان دریاچه است. تو نقشه معلومه به نظره. آره اینجا یه دریاچه هست که رد شدیم. اینجاست. ما الان اینجاییم. خواهیم بریم. دیگه باید اینجا ببینیم کجا بریم دیگه. یه جا باید بریم. میگیم یه جا پیدا میکنیم. فکر کنم جای باحالی باشه. چه آدم خلوت عجیب غریب هستن. یه راهی بغل جاده فیروزکوه بود. اومدیم توش. زیاد آدم بودم نیست. الان ساعت 9:30 شب هم هست. همچین زودم نیست. ما هر راهی رو که داریم میایم یه دونه این ایست بازرسی ها گذاشتن که ورود ممنوع و فیلان ممنوع و اینا. ما الان تو ویز قشنگ وسط ناکجا آبادیم. قشنگ معلوم نیست کجاییم. آقا این سفر چون خیلی یوهویی شد خیلی تجربه های خوبی من به دست آوردم. یکی این که جای جدیدی که داریم میرین حتما راجبش یه مقدار تحقیق کنین. من بعد از اینکه از اینجا برگشتم رفتم راجب سلبون یه مقدار تحقیق کردم. متوجه شدم که اینجا کلن قراره بره زیر آب و کلن شهر رو تخلیه کردن و راه های رسیدن به دریاچه هم برای همین بسته بودن. و یک دو ساعت اینجا الکی وقتمون هدر رفت. و اینکه شب جای جدید برای کم کردن نرین چون جا پیدا کردن خیلی بعد از کلی کنکاش دوروبر دریاچه تمام راه‌های موجود در اطراف دریاچه رو ما گشتیم. الان تقریبا شده ساعت 1. اصلا چند داریم میچرخیم؟ 10-11 بکنم داریم میچرخیم دور دریاچه. ساعت 1 شده. همه راهاش رو رفتیم. همه راهاش کیوسک گذاشته بودن نمیذاشتن برید. یه دریاچه دیگه پیدا کردیم نزدیک اینجاست. اسمش لزوره. لزور. داریم میریم اونجا ببینیم چه خبره. ساعت 1 شام نخوردیم. فکر کنم تا ساعت 3-4 بیدار باشیم. اما برای کلی بخوابیم. این دریاچه یه چیز عجیبش این بودش که تو گوگل مپ زده 33 کیلومتر ولی مسافتش رو زده 1 ساعت خورده ای راهه. نمیدونم قراره مثل اینکه پیاده بریم اونجا رو. به یه دونه جاده خاکی رسیدیم. قبلش یه جا پیدا کردیم یه عالمه چوب ریخته بود رو زمین. اینه خوراها ریختیم برداشتیم یه عالمه چوب برداشتیم. از اولش هی نگران این بودیم که هیزم پیدا میکنیم یا نه. بالاخره الان تو بکنم 2-3 روز دیگه چوب داریم حداقل.
یه جاده خاکی رو پیدا کردیم داریم میریم. این دفعه با اطمینان قبلا اینکه ما بریم تو این جاده خاکی یه پاترولر دیدیم که داشت میرفت. معلومه اون تهای خبرایه. برای رسیدن به روستای لزور باید از جاده ارجمند برین، یعنی همون سلبونو که رد میکنین به روستای لزور میرسین، لزور حالا یا لزور نمیدونم. بعدش بعد از اونجا حدود یه ساعت و نیم باید توی یه دونه جاده خاکی برین که به دریاچش برسین. این جاده خاکی هم خیلی جاده سنگینی بود، یعنی سربالایی و سرپایینی های سنگینی داشت و برای همین توی گوگل مپ زده بود یه ساعت و نیم طول میکشه، در صورتی که فقط 30 کیلومتره. یعنی ما همه رو تقریبا با دنده یک رفتیم. این روستای لزور حدود 1000 نفر جمعیت داره و شغل اکثر افرادشون هم نجاره. خیلی جالب بود این قضیه چون من تا حالا جایی رو ندیده بودم که شغل غالبشون نجاری باشه. و این چوبایی هم که ما برداشتیم احتمالاً از جلوی یه دونه نجاری برداشتیم که اون موقع دیر وقت بود و بسته بود، ما نمیدونستیم. البته چوب به درد بخوری نبودش، چوبی بود که احتمالاً می‌خواسته بندازه دور. رسیدیم بالاخره به لوکیشنی که قرار بود برسیم. 2 ساعت داریم میریم. چه لوکیشن، چه جاییم. به به، البته حالا هیچی معلوم نیست ولی دریاچه چرا فکر کنم یه چیزایی معلوم باشه. گفتی کجاست دریاچه؟ اسمش چی بود؟ چی بود اسمش؟ نمرود. نمرود. نه نمرود اونی بود. نه راست میگه این چیز سیاه رود. سیاه رود لازور. لازور لزور اسم روستاشه، اسم دریاچه سیاه رود. دریاچه سیاه رود رسیدیم. نزدیک یه ساعت و نیمی فکر کنم توی یه چیز داشتیم میومدیم خاکی. تو خاکی داشتیم میومدیم بالاخره رسیدیم. خیلی جای بالیه. حالا صبح کلی فیلم میگیریم. موش و عقاب و اینجور چیزا تمام توی راه بودش. خیلی بامزه. کوچولو هم اینقدر. اوکی. یه دونه بگیریم ببریم به لول یا باش بازیم. ساعت تقریبا 7 صبح شده ما هنوز نخوابیدیم. هوا دیگه روشن شد. این هم دریاچه. خب این هم از ولاگ امروزمون. بچه همین که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردیم بسه من خیلی ارزش داره، ولی اینو بدونین که این ولاگ ها هنوز لولش به اون چیزی که تو فکر من هست نرسیده و این موضوع احتیاج به این مقدار تجربه داره که تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم بهترشون کنم. شما هم اگه نظری دارین که میتونین بهم کمک کنین که اینا رو بهتر کنم حتما تو قسمت کامنت ها بسه بنویسین، چون دوستان ازتون بشنوم. فردا یه روز که بیدار میشیم مازیار محکمه سویچ ماشینشون رو گم میکنن. یه بارون شدیدی میاد و مجبور میشیم زیر چادر ماشین غذا بخوریم و پیاده میریم اون ور دریاچه و متوجه میشیم که اون ور یه سد خاکی وجود داره که پشتش یه دره خیلی عمیق هست. پس اگه دوست دارین که قسمت بعدی رو از دست ندین سابسکرایب کانالم یادتون نره. راستی لینک چنلمو با دوستانتون به اشتراک بذارین، این موضوع خیلی به من کمک میکنه. تا ویدیوی بعدی خدافظ.